نديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجید و بارک علی, محمدین و علی محمد وعلى علی محمد كما باركت علی ابراهیم و علی ابراهیم حميد حمید و مجید ارز سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران کلام الله منان قرآن کریم امیدوارم هر کجا که هستید هر لحظه زندگیتان در عبادت الله متعال زیباتر از لحظات گذشته آن سپری گردد آغاز برنامه آموزش روخانی قرآن کریم دوست دارم که یک سوالی از شما عزیزان بپرسم که ارتباط و رابطه شما با قرآن کریم چگونه است؟ سوالی که باید نشست و با خود خلوت کرد و دربارش فکر کرد قرآنی که رسول صلی الله علیه و سلم فرمود قرآن بخوانید که قرآن در روز قیامت خواهد آمد و برای کسانی که او رو تراوت میکردن شفاعت خواهد کرد آیا در روز قیامت قرآن برای من و شمای بیننده شفاعت خواهد کرد؟ آیا قرآن میخوانیم؟ چقدر چه, قدر، چه قدر و چقدر قرآن خواندن بلدیم برای هر حرف از کلام الله مجید ده ثواب برای ما نوشته خواهد شد ده نیکی و ده اجر رسول الله علیه و سلم فرمود که من نمیگویم که الف و لام میم یک حرف است بلکه الف یک حرف و لام یک حرف و میم آن یک حرف است هر کسی که فقط به الف لام میم سی ثواب و نیکی برای او نوشته خواهد شد اگر کسی کل قرآن کریم رو بخونه چقدر برای او پاداش نوشته خواهد شد قرآن کریم برای همه من و شما مقدس و عزیز و احترام بسیار بالایی برای او قائلیم. اما آیا تلاوت قرآن رو بلد هستیم یا نه آیا میتونیم که قرآن بخونیم به خوبی و به درستی حداقل روخانی قرآن کریم رو برد هستیم یا نه؟ شمایی که تحصیلات دانشگاهی داریم شمایی که حداقل مدرک دیپلم یا همون کلاس دوازده رو دارید شمایی که خواندن فارسی برد هستید آیا خواندن قرآن هم برد هستید یا نه؟ این سوال رو باید با خودمون بنشینیم و پاسخ بدیم اگر بلدید چقدر بلدید آیا انقدر بلد هستید که بتوانید به دیگران هم یاد بدید یا نه فقط خودتون بلدید آیا اگر بلدید مطمئنید آنچه که میخوانید درسته یا نه میتونید تشخیص بدید که این ای که خواندید رو واقعا درست خواندید یا نه اینها سوال است که ما باید از خودمون بپرسیم در خلوت خودمون که ما در رابطه ما با قرآن کریم وقت گذاشتیم برای قرآن یا نه عزیزانی میگن آقا فرصت نشد دوست داشتیم نتونستیم کلاسی نبود استادی نبود و مشقره های زندگی اجازه نداد الان با این وسایل و امکانات امروزی تلویزیون اینترنت و فیلم هایی که به راحتی در دسترس ماست هیچ حجتی باقی نمیمونه هیچ دلیل دیگه باقی نمیمونه که ما از این روز به بعد باز هم بگیم قرآن خواندن بلد نیستیم بیا تا دست به دست هم حرکت کنیم و در مسیر آموزش روخانی قرآن کریم یاد گرفتن قرآن کریم و یاد دادن قرآن کریم قدم برداریم تا از بهترین امت بشیم آیا شما نمیخوای بهترین این امت باشید از بهترین مسلمانان باشید آیا شما نمیخوای که مصداق این حدیث رسول صلی الله علیه و وسلم بشید که فرمود بهترین شما کسی است بهترین خیلی حرف بهترین یعنی در بهشت هم درجات بالایی داره وقتی اینجا بهترین اونجا هم بالاترین است بهترین شما کسی است که چین نماز بیشتر میخونه روزه بیشتر میگیره ذکر بیشتر میکنه نه بهترین شما کسی است خیر کم، من تعلم القرآن و علمه بهترین شما کسی است که قرآن خواندن را یاد میگیرد و قرآن خواندن را یاد میدهد هم برای خودش هم برای دیگران میخواد این خیر رو خودش یاد میگیره و به دیگران هم یاد میده قرآن کریم تلاوت و روخانی قرآن کریم ما در این برنامه تلاش داریم به شما عزیزان روخانی قرآن کریم رو یاد بگیریم در مرحله اول برای تلاوت کلام الله مجید اول بعد روخانی رو یاد گرفت یک مرحله دیگه هم داریم که مباحث تجویزی رو با دقت بیشتر و تخصصی تر روش کار بکنیم تا بتونیم بگیم که حتی قاری قرآن هست روخانی قرآن کریم کار بسیار آسانی است الان خصوص برای عزیزانی که خواندن و نوشتن بلد هستند فارسی خواندن بلد هستند بلو که حتی نوشتنش رو هم بلد نباشند من حتی یک جمله دیگه اضافه بر این هم میگم اگر حتی شما خواندن فارسی هم بلد نیستید نمیتونید که فارسی بخونید باز هم این بشارت رو به شما میدم اگر بیننده این برنامه بودید تا آخرین قسمت به اذن الله تعالی در آخرین قسمت هر جایی از کلام الله مجید رو که باز کردید می توانید که بخوانید این بشارت رو به شما میدم که انشاءالله این اتفاق برای شما خواهد افتاد بیایید تا قرآن رو یاد بگیریم برای خودمون به ازای هر حرف ده نوشته ده نیکی نوشته میشه برای ما و وقتی دیگران از ما یاد میگیرن برای اونها هم نوشته میشه علاوه بر این که برای اونها نوشته میشه یک نسخه به حساب ما هم نوشته خواهد شد اگر یک نفر به دست من و شما قرآن خواندن یاد گرفت هر آنچه که او تراوت میکنه تا آخرین لحظه زندگیش در زندگی در دنیا اجر و پاداشش به من و شما هم میرسه ما وقتی که قرآن خواندن یاد میگیریم یک نفری اما وقتی به دیگران یاد میدیم چند نفر میشه اگر هزار نفر به دست شما قرآن خواندن یاد گرفتن شما هزار نفر هستید در روز قیامت با پرونده هزار نفر در تلاوت قرآن به حساب خودشون اینها وقتی کسان دیگری رو تربیت میکنن شاگردانی از اینها یاد میگیرن شاگردان شاگردان اونها تا روز قیامت هزاران بلکه میلیونها نفر قرآن خواندن میلیاردها اجر و پاداش کسب کردند و یک نسخه به حساب شما هم نوشته شده چون شما قرآن یاد دادید به آنها تجارت بسیار عظیمی که بسیاری از ما از آن غافلیم قرآن یاد دادن تا وقتی یاد نگیریم نمیتونیم که یاد بدیم پس اول باید قرآن رو یاد بگیریم خوب یاد بگیریم تا بتونیم که خوب یاد بدیم بیاید تا این برنامه رو به همراه شما عزیزان بیننده باشیم برنامه آموزش روخانی قرآن کریم تا مستاق این حدیث شریف رسول صلی الله و علیه وسلم بگردیم که بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد برای یادگیری کلام الله مجید کافی است بریم به سراغ مصحف شریف و ببینیم که چه مواردی رو باید یاد بگیریم ما در این برنامه و برنامه های پیش رو به شما عزیزان هر آن چیزی که مورد نیاز ماست در روخانی قرآن کریم با هم تمرین خواهیم کرد و آسان است باز هم تاکید می کنم یاد گرفتن قرآن کریم و روخانی آن بسیار آسان است حتی اگر شما در هر سن و سالی از شما گذشته هر چقدر سن شماست تا به حال روخانی قرآن بلد نبودید بیایید به جمع ما بپیوندید، تا یاد بگیریم من این بشارت رو به شما میدم کتمن این شوانده در پایان این مجموعه برنامه شما تلاوت کلام الله مجید رو یاد گرفته اید و هر جای قرآن رو که باز کنید میتونید بخوانید. بشه تابید به سوی مغفرتی که از الله متعال نصیب شما خواهد شد درباره روخانی قرآن کریم اولین موضوعی که باید مد نظر ما باشه شناخت عرف عربی است ما در فارسی حروفی داریم که کل خط فارسی و نوشته های فارسی از این حروف تشکیل شده سی و دو حرفن سی و دو حرف تصویرش رو با هم ببینیم این حروف رو ما بهش میگیم حروف الف بای فارسی سی و دو تا حرف الف این الفه اسمش الفه هم ما اهم خونیم ب پ ت ث ج جی، جیم چ ه خ دال زال ر ز ج س یاسین شین ساد و تا ض عین غین ف قاف تاف، گاف لام میم نون با ه ی اینا حروف علف های فارسی هستن سی دو تا هستن چهار حرفی که من با رنگ سرخ اینجا برای شما عزیزان مشخص کردم پ چ ژ گاف این چهار حرف در عربی نیستن 28 حرف دیگه همه در عربی هستن یعنی الفبای عربی اگر این چهار حرف رو ازش حسب بکنیم از فارسی این 28 حرف باقی میمونه که این 28 حرف میشه الفبای عربی حروف الفبای عربی در مصحف شریف هر چی که ما میبینیم این 28 حرفه هر کلمه هر آیه در قرآن کریم تشکیل شده از این 28 حرف از این بیشتر نیست یکی از اینها یا چند تا از اینها با هم یک کلمه رو تشکیل میدن یعنی این 28 حرف رو اگر یاد بگیریم چطور بخوانیم به راحتی میتونیم که بعد از یاد گرفتن حرکات و علائم طلاوت قرآن رو بخوانیم الف ب ت س ج ج اینها اسمایی دارن برای خودشون که در فارسی و عربی بعضیش با هم فهم میکنه وگرنه غالبش در فارسی و عربی اسمش هم یکی است ها خا دال دال را زا سین شین صاد ضاد طا ذا، عین غین ف قاف کاف لام میم نون باب، ها و یا ما در عربی برای هر کدوم از اینها یک اسمی داریم این جدول اسمهای اینهاست خط اول خود حرف هست خط زیری اسمش این, عر... این حرف در عربی هم در فارسی هم اسمش یکیه بهش میگیم الف در فارسی هم بهش میگیم الف در عربی هم بهش میگیم الف این ب هست در عربی بهش میگیم ب به. در در فارسی بهش میگیم ب به. در عربی بهش میگن با در عربی بهش میگن با ما در این حرف رو در فارسی بهش میگیم ت در عربی میگن تا اسمش تا هست اما تلفظش همون چیزی است که ما در فارسی تلفظ میکنه با مقداری تفاوت در برخی از حروف نه همشون چه در فارسی و عربی جفتش یک جور تلفظ میشه به یک جور تلفظ میشه الف یک جور تلفظ میشه سه مقداری در عربی تلفظش فقط فرق میکنه شکلش اما نوشتارش همون نوشته است در عربی اسمش هست سا جیم در فارسی و عربی بهش میگیم جیم ها در عربی بهش میگن ها در فارسی ما میگیم ه در فارسی به این حرف میگیم خ در عربی بهش میگن خا دال در فارسی و عربی یک اسم داره دال در فارسی و عربی یک اسم داره را در فارسی بهش میگیم ر عربا بهش میگن را ز در فارسی بهش ز گفته میشه در عربی زا سین در فارسی و عربی یک اسم داره سین شین فارسی و عربی بهش میگیم شین ساد فارسی و عربی بهش میگن صاد واد در فارسی و عربی یک اسم داره هر دو بهش میگن واد تا در عربی گفته میشه تا در فارسی ما میگیم ت ت ذ در فارسی بهش میگیم ذ در عربی بهش میگیم وا عین در فارسی هم بهش میگیم عین غین رو در فارسی هم بهش میگیم غین ف رو در فارسی بهش میگیم ف در عربی بهش میگیم فا قاف در فارسی و عربی یک اسم داره کاف فارسی و عربی یک اسم داره لام در فارسی و عربی یک اسم داره میم در فارسی و عربی یک اسم داره نون در فارسی و عربی یک اسم داره و اینجا ما در فارسی میگیم و در عربی بهش گفته میشه واو در فارسی ما به این حرف میگیم ه در عربی بهش گفته میشه ها در فارسی واو میگیم یعنی این تلفظ واو در فارسی و عربی شبیه هم یه در فارسی بهش یه گفته میشه عربی ها بهش میگن در عربی بهش گفته میشه یا فقط فرقش اینه که بعضی حروف یک الف بهش اضافه میشه در عربی و در فارسی و عربی همه اسم شبیه هم هست پس عزیزان این رو مد نظرشون باشه و دقت بکنید که ما در الفبای عربی 28 حرف داریم که همه این 28 حرف در الفبای فارسی هم هست به همین خاطر یاد گرفتن قرآن کریم تلاوت قرآن کریم روخانی قرآن کریم برای کسانی که فارسی خواندن بلد هستن بسیار آسان تر است نسبت به زبان های دیگر برای کسانی که با زبان فارسی آشنا هستند یادگیری عربی حتی زبان عربی هم خیلی آسان است چون بسیار از کلمات عربی در فارسی هم استفاده میشه این نکتر عزیزان به عنوان درس اول مد نظر داشته باشید که الفبای عربی دقیقا هم الفبای فارسی است حروف همون حروفه فقط تفاوتی که داره زبان عربی و به صورت خصوص قرآن کریم و مصحف شریف که ما وقتی قرآن کریم رو باز میکنیم می بینیم که این حرف ها بالا یا پایین اونها یک علامت هایی هست نشانه هایی دارن بالا یا پایین این حروف نشانه ها و علامت هایی هست که اونها رو بد یاد بگیریم حروف همون حروف فارسی خود ماست فقط اگر ما این علامت هایی که بالا یا پایین حرف ها هستن یاد بگیریم به راحتی می که انشاءالله کلام الله مجید رو تلاوت بکنیم حتی عزیزانی که فارسی خواندن هم بلد نیستن فقط الف به همین رو یاد بگیرید این جدولی که ما الان گفتیم این رو تکرار بکنید در تمرین ها به راحتی یاد میگیرید انشاءالله که چگونه خوانده خواهند شد این حروف با حرکت هایی که بالا یا پایین اینها قرار داره از برنامه بعد به شما عزیزان به بررسی علامت هایی میپردازیم که بالا یا پایین حروف این 28 حرف عربی در قرآن کریم نوشته میشن بعد از اینکه اینها رو شناختیم و اینکه چگونه تلفظ میشن حروف الفبای عربی به همراه این علامت ها بعدش میتونیم به راحتی این تلاوت بکنیم هر جایی از کلام الله مجید رو باز هم تاکید میکنم که بهترین این امت رسول صلی الله علیه و سلم فرمودن کسانی هستند که قرآن را یاد بگیرند و به دیگران یاد بدهند و اولین مرحله یادگیری یاد گرفتن روخانی است که خود ما باید یاد بگیریم و این رو به دیگران یاد بدیم روخانی رو هم که یاد گرفتیم خودمون اجر پاداش میگیریم کسانی که یاد بدیم هم اجر پاداش میگیرن کسانی که باز تجوید یاد گرفتن و یاد دادن اجرشون بیشتر میشه کسانی که ترجمه یاد گرفتن و یاد دادن باز بیشتر و بیشتر میشه اجرشون اما همه این موارد از نقطه شروع میشه که ما الان شروع کردیم و اون هم آموزش روخانی قرآن کریم هست کریم هست همراه ما باشید عزیزان در این برنامه تا پایان ما رو یاری بکنید که ان الله به همراه شما عزیزان بتوانیم هر صفحه ای از مصحف شریف رو که باز کردیم به راحتی بخوانیم و با دقت و اطمینان و مطمئن هم باشیم که درست میخوانیم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر و سپاس دارم تا برنامه بعد همه شما خوبان عزیزان رو و رو میسپارم الله یارم نگهدارش شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن اهتدي في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله